خب ادامه بدیم قسمت آناتومی و فیزیولوژی نورولوژی رو. در مورد این آدمک یا هومونکولوس میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم که نشون میده عصبدهی سنسوری و موتور هر قسمت از بدن بر روی کورتکس مغز در چه قسمتی قرار داره. نواحی که بزرگتر هستن، مثلا توی این قسمت موتور میبینین دست و صورت خیلی بزرگتر هست، یعنی که این قسمت ها عصبدهی خیلی غنی تری دارن و باعث شده که در کورتکس مغز سطح بیشتری رو اشغال بکنن. حالا اینکه هر کدوم از در واقع اعصابی که به قسمت‌های مختلف بدن میره، چه قسمت موتور و چه قسمت سنسوری، توی چه سطحی از کورتکس قرار داره و توسط کدوم شریان داره خون رسانی میشه، این خیلی مهمه برای اینکه موقعی که ما استروک داشته باشیم بر اساس اینکه کدوم شریان درگیر باشه، خب طبیعتاً میتونیم در واقع بدونیم که چه قسمتی از بدن هم درگیر میشه. یعنی توی علائم بالینی ما وقتی ویکنس رو میبینیم یا کاهش سنسوری رو توی معاینه میبینیم، بر اساس قسمتایی که درگیر شده میتونیم بفهمیم که کدوم قسمت از کورتکس درگیر هستش و خونرسانی اون قسمت از کورتکس توسط چه شریانی انجام میشه و بنابراین استروک اون شریان رو در واقع تحت تأثیر قرار داده. خب شریان ACA یا Anterior Cerebral Artery میاد قسمت در واقع داخلی کورتکس مغز رو خونرسانی میکنه، جایی که مربوط هستش به عصبدهی اندام تحتانی، هم قسمت موتور و هم قسمت سنسوری. میبینید که تا قسمت هیپ، از قسمت نوک انگشتای پا تا قسمت هیپ و تنه، در واقع جایی هستش که تریتوری شریان ACA یا Anterior Cerebral Artery هستش. بعد از اون قسمت در واقع اندام فوقانی و قسمت در واق صورت، عضلات صورت، هم قسمت موتورش و هم سنسوریش توی قسمت لترال کورتکس های مغز قرار داره که توسط شریان MCA یا میدل سربرال آرتری خون رسانی میشه. بنابراین معمولا افرادی که MCAشون درگیر میشه دچار ضعف توی عضلات صورت و اندام فوقانی به صورت یه طرفه و ناگهانی، برخلاف اون در واقع جهتی که MCA درگیر شده، یعنی اگر MCA سمت راست درگیر شده باشه، فرد سمت چپ صورتش و اندام فوقانی سمت چپش در واقع به صورت یه طرفه دچار ویکنس میشه و از نظر سنسوری هم درگیر میشه. ولی اگر شریان ACAش دچار در واقع اوکلوژن و انسداد شده باشه و قسمت مدیال کورتکس دچار در واقع اینفارکت شده باشه، باعث میشه که دچار ویکنس توی اندام تحتانی سمت مقابل بشه و همچنین سنسوری هم توی اندام تحتانی سمت مقابل درگیر بشه. خب بریم جلوتر در مورد شریان های سربرال، یعنی ACA، MCA و PCA. خب همونطور که گفتم شریان ACA قسمت مدیال، سطح مدیال و یه قسمت در واقع قسمت انتریور، یعنی قسمت‌های قدامی کورتکس مغز رو و قسمت‌های مدیال در واقع کورتکس رو خونرسانی می‌کنه. شریان MCA قسمت لترال رو خونرسانی می‌کنه و شریان PCA هم قسمت‌های پوستریور و اینفریور کورتکس رو خونرسانی می‌کنه، جایی که در واقع لوب اکسیپیتال هستش و فانکشن مهمش مربوط هستش به کورتکس بینایی. خب اینجا اومده در مورد نواحی واترشد صحبت کرده. نواحی واترشد نواحی هستن که خونرسانی خوبی توی مغز ندارن و نواحی هستن که بین تریتوری شریان های این سه تا شریان قرار میگیرن، یعنی جایی که بین تریتوری شریان ACA و MCA باشه و اون قسمتی که بین تریتوری MCA و PCA هست، اینجا خونرسانی خوبی نداره. بنابراین اگر فردی به صورت در واقع افت فشار خون پیدا بکنه و مغزش به صورت گلوبال دچار هایپوپرفیوژن بشه، اولین قسمت هایی که درگیر میشن و مستعد این هستن که اینفارکت پیدا بکنن این نواحی هستن. اون قسمتی که بین تریتوری در واقع خونرسانی ACA و MCA هستش، کورتکسی هستش که از نظر عمل کرد قسمت پروکسیمال اندام فوقانی و پروکسیمال اندام تحتانی رو داره عصبدهی میکنه. بنابراین این قسمت اگر درگیر بشه که جزء نواحی واترشد هم هستش، فرد قسمت پروکسیمال اندام فوقانی و تحتانیش درگیر میشه که بهش میگن سندروم من اینه بارل، یعنی انگار که فرد توی یک در واقع بشکه گیر کرده باشه که قسمت پروکسیمال اندامش در داخل اون بشکه قرار داره و نمیتونه حرکتشون بده. و اون قسمتی که در واقع کورتکسی که بین خونرسانی تریتوری PCA و MCA هستش، جایی هستش که در واقع مربوط به کورتکس بینایی هستش و باعث دیسفانکشن بینایی میشه. من تو علاوه بر نواحی واترشد این رو هم اضافه بکنم که توی هایپوپرفیوژن های مغزی به صورت گلوبال، جاهایی از مغز هم که دیمند خیلی بالایی داشته باشن، اونها هم باز مستعد این هستن که سریعتر دچار ایسکمی و اینفارکت بشن، که یه مثالش میشه هیپوکمپ.
یعنی مثلا اگر فردی ارست قلبی بکنه و یک مدتی تا زمان احیا افت فشار خون داشته باشه و خون ریز هایپوپرفیوژن داشته باشه مغزش، یکی از جاهای دیگه هم که خیلی مستعد این هستش که درگیر بشه و دچار اینفارکشن بشه هیپوکمپ هستش، به خاطر اون فیبرهای پرکنج و عملکرد متابولیک و در نتیجه دیمند اکسیژن بالایی که داره. خب اینجا در مورد آناتومی این شریان ها هستش و حلقه ویلیس که سه تا شریان اصلی مغز ACA, MCA و PCA از این حلقه منشأ میگیره. حلقه ویلیس هم تو که اینجا میبینین در نزدیکی کیاسمای بینایی قرار داره. و باز اینجا ویو اینفریور مغز رو که میبینین، حلقه ویلیس میبینین در قسمت قاعده مغز هستش که قرار داره در نزدیکی کیاسمای بینایی و شریان ها از اینجا منشعب میشن. خب بزرگترین شریان و مهمترین MCA هستش یا میدل سربرال آرتری، که منشأش هم تو که اینجا می‌بینین از اینترنال کاروتید هستش. یعنی اینترنال کاروتید وقتی که وارد مغز میشه شریان MCA از اونجا جدا میشه. خب از اینترنال کاروتید یک شریان دیگه هم جدا میشه. اینجا بچه‌ها اینترنال کاروتید هست، این خط چینی که اینجا کشیده مرز بین اینترنال کاروتید و MCA هست. از اینترنال کاروتید یک شریان دیگه هم جدا میشه که ACA هست یا anterior cerebral artery. anterior cerebral artery وقتی که از دو طرف جدا میشه توسط یک شریانی به اسم anterior communicating به همدیگه متصل میشه که بعد اینها میرن تو قسمت‌های مدیال و anterior مغز که خونرسانیش رو انجام میدن. شریان MCA هم که میره قسمت لترال کورتکس رو خونرسانی میکنه. از شریان اینترنال کاروتید باز یک شریان دیگه هم جدا میشه که posterior communicating هستش، که میاد در واقع posterior communicating متصل میشه به شریان posterior cerebral artery. حالا این PCA خودش به چه شکل هستش که تشکیل میشه؟ ما دو تا شریان ورتبرال داریم که از قسمت در واقع برین استم دارن میان بالا. وقتی که میرسن به قسمت پونز این دو تا شریان ورتبرال با هم دیگه یکی میشن و تبدیل میشن به شریان بازیلار، که شریان بازیلار بر روی پونز قرار داره. و بعد وقتی که در واقع قسمت پونز تموم میشه و میاد بالاتر، دو تا شریان تبدیل میشه به دو تا شریان که شریان های پوستریور سربرال آرتری هستن و میرن قسمت های پوستریور مغز رو خونرسانی میکنن. و در واقع شریان posterior communicating از internal carotid جدا میشه و میاد متصل میشه به شریان های PCA در دو طرف، و اینطوری هستش که این حلقه یعنی حلقه ویلیس کامل میشه. پس میبینید که ما دو تا شریان posterior communicating داریم ولی یه دونه شریان anterior communicating داریم. و نحوه جدا شدن این شریان ها رو هم اینجا داریم میبینید که به چه شکل شریان PCA داره میره قسمت های posterior، MCA میره قسمت لترال و ACA هم میره قسمت anterior و مدیال کورتکس رو خونرسانی میکنه. خب دو تا شریان های ورتبرالی که در موردشون صحبت کردیم که در واقع منشأ این شریان ها شریان های سابکلاویان هستن، در قسمت در واقع قاعده گردن این شریان های ورتبرال جدا میشن و میان به سمت ساقه مغز. یکی از شریان‌های مهمی که از شریان ورتبرال منشأ می‌گیره شریان posterior inferior cerebellar یا اختصاراً پیکا هستش، که بعدتر ما با این پیکا خیلی کار داریم توی سندروم لترال مدولری و والنبرگ. پیکا خیلی مهمه. در واقع این شریان علاوه بر این که به سربلو میره، یعنی به مخچه میره همطور که از اسمش مشخص هستش، و درگیریش باعث میشه که فرد در واقع پدانکلت اینفریور مخچهش دچار اختلال بشه و آتاکسی و در واقع دیسمتری و اینها پیدا بکنه، همزمان مسئول خونرسانی قسمت لترال مدولا هم هستش و علائم خیلی مهمی که ایجاد میکنه مربوط به درگیری لترال مدولا هستش که بهش میگیم سندروم والنبرگ، و بعدتر توی قسمت پاتولوژی در موردش صحبت میکنیم. دو تا شریان دیگه که انتریور اینفریور سربلار یا آیکا و سوپریور سربلار یا SCA هستن، اینها باز کمتر از نظر بالینی ازشون سوال میاد. در واقع آیکا باز بیشتر هست ولی اسی خیلی کمتر از اکسامیا. آیکا یا انتریور اینفریور سربلا جای مهم که خونرسانی میکنه قسمت لترال پونز هست. پس آیکا لترال پونز رو خونرسانی میکنه، پیکا لترال مدولا رو خونرسانی میکنه. آیکا که لترال پونز رو در واقع خونرسانی میکنه وقتی که درگیر میشه بهش میگیم سندروم لترال پونتین، همطور که از اسمش مشخص هست گفتم لترال پونز رو خونرسانی میکنه. این دوتا هم و مخصوصا پیکا از نظر بالینی و تو قسمت پاتولوژی خیلی مهم هستن که در موردش صحبت بکنیم. خب پیکا از ورتبرال جدا میشه منشأ میگیره، آیکا از در واقع جایی هستش که دوتا ورتبرا میخوان به هم متصل بشن و تشکیل شریان بازیلر رو بدن، که آیکا از اون قسمت جدا میشه. خب این شد آناتومی حلقه ویلیس، که خب از نظر پاتولوژی باز یک اهمیتی که داره این هستش که آنوریسم ممکنه توی این حلقه تشکیل بشه و باعث علائم فشاری روی این مجاورت هایی که دارن ایجاد بکنه و همچنین با پاره شدنش باعث ساباراکنوید هموریج بشه.
خب بریم جلوتر، میرسیم به سینوس های وریدی. سینوس های وریدی بین لایه پریوستال و مننژیال دورا هستن، یعنی ما مننژمون که به سه لایه تقسیم میشه، پیامتر، آراکنوید و دورامتر، خود دورا بین اون لایه پریوستال و مننژیالش یه فضایی وجود داره که سینوس های وریدی اونجا هستن. سینوس های وریدی علاوه بر این که خون وریدی مغز رو در واقع درناژ میکنن و جمع میکنن، CSF هم از طریق گرانولیشن های آراکنوید وقتی که جذب میشه میرزه به همین سینوس های وریدی و نهایتاً همه این سینوس ها تخلیه میشن به ورید اینترنال ژوگولر. بزرگترین سینوسی که داریم سینوس ساجیتال فوقانی هستش که در واقع CSF بیشترش جذبش که از در واقع گرانولیشن های آراکنوید انجام میشه، بازگشتش میرسه به همین ورید سینوس، به سینوس در واقع ساجیتال فوقانی. و اینجا هم سینوس کاورنو رو میبینین که خون وریدی در واقع سینوس اسفنوپریتال و سوپریور افتالمیک و کلا قسمت وریدی، درناژ وریدی چشم و اوربیت به سینوس کاورنو میریزه. به خاطر همین اهمیت پاتولوژیک داره که توی ترومبوزش ما علائم چشمی داریم که بعدتر در موردش صحبت میکنیم. هر کدوم از این وریدهای در واقع سینوس‌های وریدی که اگر دچار ترومبوز بشن، اتفاقی که میفته علائم رایز ICP رو ما داریم، یعنی افزایش فشار مغزی که میشه سردرد، ممکنه فرد دچار سیجر بشه، ادم پاپی تو معاینش داشته باشه یا علائم فوکال نورولوژیک بر اساس اینکه در واقع تو کدوم قسمت باشه اون سینوس وریدی که دچار ترومبوز شده، و حتی ممکنه فرد دچار هموریج یا خونریزی وریدی هم بشه. توی افرادی این رو ما بیشتر میبینیم که شرط هایپرکواگولبل داشته باشن، مثل افرادی که باردار هستن، OCP مصرف بکنن که همزمان مثلا دهیدره هم بشن، یا اونهایی که اختلالات ژنتیکی مثلا فاکتور 5 لیدن دارن که توشون ما ترومبوزهای وریدی رو بیشتر میبینیم. خب میرسیم به بطنهای مغزی. خب اول از همه بطن‌های جانبی یا بطن‌های لترال هستن که در هر همیسفر مغز ما یه بطن جانبی داریم به شکل داسی شکل هست و خود این بطن جانبی یک در واقع شاخه قدامی انتریور و یه شاخه اینفریور داره، از در واقع بالا به سمت پایین انحنا داره. بطن‌های در واقع لترال توسط فورامن مونرو یا سوراخ مونرو تخلیه میشن به بطن سوم. بطن سوم یه دونه بطنه. بطن‌های لترال دو تا بودن، از طریق فورامن مونرو تخلیه میشن به بطن سوم. و بعد از اون بطن سوم توسط مجرای سیلویوس که اینجا هستش، مجرای سیلویوس رو اینجا داریم میبینیم، تخلیه میشه به بطن چهارم. و نهایتاً بطن چهارم هم در واقع میریزه به فضای سابآراکنوئید که CSF در واقع در فضای سابآراکنوئید جریان پیدا میکنه و از طریق گرانولیشن هاش هم جذب میشه. حالا نحوه ورود ماده CSF از بطن چهارم به فضای سابآراکنوئید توسط دو تا فورامن هست، فورامن لوشکا و فورامن ماژندی. فورامن ماژندی یه دونه هستش که در مرکزه، برای لوشکا دو تا هستن در لترال ها هستن، یعنی فورامن های لوشکا دو تا در واقع لترال ها هستن و ماژندی یه دونه در مدیال هستش. CSF تولیدش از طریق شبکه های کروئید در داخل این بطن ها هست، یعنی هم بطن لترال هم سوم و چهارم تولید میکنن CSF رو، و وقتی که وارد فاز سابآراکنوئید میشه، یعنی از اون فورامن های لوشکا ماژندی عبور میکنه و وارد فاز سابآراکنوئید میشه، اونجا از طریق گرانولیشن های آراکنوئید باز جذب میشه و بعد هم که نهایتا میرسه به سینوس های وریدی دورال که در موردشون صحبت کردیم. این آناتومی از نظر پاتوفیزیولوژی های هیدروسفالی خیلی مهم هستش که در واقع هر عاملی که باعث بشه توی این مسیر، توی این سیرکولیشن ما یا انسداد داشته باشیم، باعث تجمع در واقع مایع CSF در پروکسیمال به این انسداد میشه و فرد دچار هیدروسفالی میشه، یا اگر عاملی باعث بشه که جذب CSF دچار اختلال بشه، باعث میشه که خب جذبش خوب انجام نشه و باز فرد دچار هیدروسفالی بشه، یا عاملی که باعث بشه که تولید از در واقع پلکسوس های کروئید افزایش پیدا کنه، این هم ممکنه منجر به هیدروسفالی بشه. خب حالا میریم سراغ برین استم یا ساقه مغز که تشکیل شده از سه قسمت: مید برین یعنی مغز میانی، پونز یا پل مغزی، و مدولا یا همون بصل و نخاع. خب اینجا نمای ونترال در واقع برین استم رو داریم، مدولا، پل مغزی و مید برین،
که خب مید برین چون قسم بیشتر در واقع در دورسال هستش توی این نما دیده نمیشه. میخوایم در مورد این که اعصاب کرانیال هر کدومشون در واقع از چه قسمتی از مدولا خارج میشن اینجا با هم که در واقع از کدوم قسمت از برین استم خارج میشن با هم دیگه صحبت بکنیم. به جز عصب یک و عصب دو که از برین استم کلن خارج نمیشن و منشأشون متفاوت هستش، بقیه عصب از برین استم هستن. عصب یک که خب در واقع ترکت اولفکتوری هستش که از اون در واقع سوراخ‌های کیبری فرم استخوان اسموئید هستش که از بینی در واقع میاد و وارد مغز میشه و در اینفریور مغز مسیرش رو طی میکنه تا به بولب اولفکتوری میرسه. و عصب اپتیک هم که خب از در واقع کره چشم منشأ میگیره و از طریق کانال اپتیک وارد در واقع فضای برین میشه. خب بعد از اینها ما عصب 3 و عصب 4 رو داریم. عصب 3 که مربوط به حرکات چشم هست، هر دو مربوط به حرکات چشم هستن. عصب 3 بیشتر حرکات رو انجام میده، عصب 4 فقط سوپریور اوبلیک رو در واقع عصب دهی میکنه که باعث حرکت چشم به سمت پایین و باعث حرکت چشم به سمت اینفریور و مدیال میشه. عصب 3 و 4 از مید برین منشأ میگیرن که اینجا نوشته بالای پل مغزی، از مید برین جدا در واقع منشأ میگیرن و از قسمت دورسال مید برین جدا میشن. بنابراین اینها باید بچرخن، یعنی میچرخن و بعد میان جلو که اینجا داریم ما میبینیم عصب 3 و عصب 4 رو. اینها از پشت مغز دور زدن و اینجا توی ویو ونترال دارن دیده میشن. اعصاب بعدی عصب 5 6 7 و 8 از پل مغزی خارج میشن و بعد از اون عصب 9 10 11 و 12 هم از مدولا خارج میشن. خب بریم نمای دورسال در واقع برین استم رو حالا ببینیم. این دوتا برجستگی سبز رنگ که اینجا داریم میبینین، سوپریور کولیکولوس و اینفریور کولیکولوس، در واقع هم در واقع پشت یا دورسال مید برین هستن که اینجا داره به ما نشون میده. و اون عصب 3 و 4 هم که گفتم از این قسمت دورسال در واقع جدا میشن و بعد دور میزنن میرن به سمت ونترال که اینجا حالا نکشیده. سوپریور کولیکولوس کاری که انجام میده توش در واقع سی سیگنال های انجام میشه که برای حرکت چشم هست، به صورتی که حرکت چشم بتونه در واقع نسبت به یک محرک، حالا یک آبجکتی که داره حرکت میکنه یا یک صدا، به اون سمت بخواد بره. یه قسمت از سیگنال و در واقع اون سیناپس ها در قسمت سوپریور کولیکولوس انجام میشه. اینفریور کولیکولوس مسیر سیگنالینگ شنوایی هستش که در داخلش انجام میشه. و اینجا قده پینئال رو هم داره به ما نشون میده که زیر در واقع تالاموس و در مرکز هستش که ملاتونین ترشح میکنه و ریتم سیرکادین رو تنظیم میکنه. بچه ها به این قسمتی که اینفریور سوپریور کولیکولوس و اینفریور کولیکولوس قرار داره، این قسمت دورسال مید برین تکتوم هم میگن. بنابراین وقتی میگیم هسته پرتکتال منظورمون این موارد هستن، یعنی یا سوپریور کولیکولوس یا اینفریور کولیکولوس. خب در مورد هسته اعصاب کرانیال که در برین استم همطور که در واقع محل خروجشون هست، هسته هاشون هم همونجا هست، یعنی هسته 3 و 4 در مید برین، هسته 5 و 6 و 7 و 8 در پونز هستش و هسته 9 و 10 و 12 در مدولا هست و هسته در واقع 11 در اسپاینال کورد هستش. این مورد رو حواستون باشه، یعنی عصب زوج 11 یا اکسسوری هستش در اسپاینال کورد هستش ولی محل خروجش از مدولا هست. حالا این اعصاب کرانیال بعضیاشون صرفا موتورن، بعضیاشون عملکرد سنسوری دارن و بعضیاشون هم هر دوتا هستن. مثلا اعصاب 5، 7 یا 9 یا مثلا 10، اینا اعصابی هستن که هم عملکرد سنسوری دارن و هم موتور دارن که این هسته هاشون جدا هستش. هسته هایی که مربوط در واقع اعصابی که مربوط به سنسوری هستن هسته های لترال دارن، در لترال برین استم قرار گرفته معمولا هسته هاشون. اون اعصابی که میخوان عملکرد موتور داشته باشن هسته شون توی قسمت مدیال برین استم بیشتر قرار داره، یعنی یک کراس سکشن که شما داشته باشین مشابه این هسته های مربوط به موتور در مرکز هستن و اونهایی که سنسوری هستن بیشتر در لترال ها قرار میگیرن. خب بریم سراغ هسته های عصب واک. عصب واک چند تا هسته داره؟ به خاطر اینکه عصب واک هم عملکرد سنسوری داره، هم عملکرد موتور داره و هم عملکرد
در واقع سیستم اتونوم داره. حالا بر اساس هر کدوم از این عملکردها هسته های جدایی هم در واقع مدولای برین استم براش وجود داره. هسته که مربوط به عملکرد سنسوری در واقع عصب واک هست که سنسوری رو از قسمت ویسرال یعنی در واقع از جی آی میاد و منتقل میکنه، هسته مربوط بهش هسته نوکلوس ترکتوس سولیتاریوس هستش یا NTS که قبلا هم صحبت کردیم توی وامیتینگ نقش داره، توی رفلکس وامیتینگ. به جز عصب واگ، عصب 7 و 9 هم یه قسمتی از عملکردشون رو در واقع از طریق همین هسته نوکلوس ترکتوس سولیتاریوس انجام میدن. بعد از اون میرسیم به عملکرد موتور عصب واگ. عملکرد موتورش باعث حرکت فارنکس، لارنکس و قسمت آپر اسوفاژ میشه و توی در واقع بل نقش داره و هسته مربوط بهش میشه نوکلوس امبیگوس. و نهایتا عملکرد پاراسمپاتیک عصب واک، پاراسمپاتیکش میره به قلب، ریه و قسمت آپر جی آی و هسته مربوط بهش هسته دورسال موتور نوکلوس هستش که این هسته ها رو ما توی الان کراس سکشن، اینجا کراس سکشن مید برین هست، اینجا کراس سکشن پونس هست و اینجا کراس سکشن مدولا هست. که خب اینجا میبینین دورسال موتور نوکلوس رو داریم که گفتیم مربوط میشه به عملکرد پاراسمپاتیک عصب واک، پاراسمپاتیکش به قلب و ریه و در واقع جی آی میره و هستش اینجا قرار داره. نوکلوس ترکتوس سولیتاریوس مربوط به عملکرد سنسوری هستش که توی رفلکس وامیتینگ نقش داره برای عصب واک، و نوکلوس امبیگوس هم که اینجا هستش و برای عملکرد موتور در واقع عصب واک هستش که موتورش میره به فارنکس، لارنکس و توی عملکرد بل نقش داره. اینجا هم توی مدولا هسته عصب 12 رو هم دارین میبینیم. گفتیم که هسته عصب 9، 10 و 12 در مدولا هستش، 11 هستش در نخاع هستش.